نو مسیمو عزیز طبیب است و نام فابریکه ما مبل ملی عزیز و تجهیزات ساختمانی است. 10 سال به این طرف ما تولید مبل و فرنیچر درست کردیم و یک فابریکه با 60-70 نفر کارگر دارم حاله و تولیدات ما برزی که فابریکه پدری ما بود و در جنگ ها از بین رفته بود، ما دوباره فابریکه پدری را ایا ساختیم و تولید دارم و ما چند قسمت از کارم هم کلاسیک هم مدرن کار میکنم و در پولوی از این خانمه را بسیار استخدام کردیم، کار یاد دادیم، سیدسازی و کندنکاری و منابتکاری را یادشان دادیم و همیشه ما دوره دوره کار ما کارگر استخدام میکنم. تجارت ما بسیار خوب بود برای اینکه قبل از رژیم طالبان جنگ‌های داخلی در افغانستان شد، همه چیز از بین رفت، افراد مسلکی ما و ماشین‌آلات ما کل از بین رفته بود. وقتی که طالبان آمدن که به کلی مملکت فلج بود، بعد از اینکه رژیم تغییر کرد، در افغانستان اصلا شما مبل و فرنیچر پیدا نمی‌تونستین. نه نفر مسلکیش بود که تهیه کنه و نه وارد می‌شد. و در این مدت چند سال من بسیار تولید کردم، بسیار مشتری داشتم و متاسفانه حالا واردات ما زیاد شده، تولیدات افغانی مشتریش یعنی مثل همیشه نیست، مثل قبلا نیست. دومی که ما واردات سرسام آور فوق العاده بسیار زیاد داریم که رقبای ما چی میکنن؟ مال بسیار بیکیفیت و ارزان وارد افغانستان میکنن و مردم ما که قوی خرید زیاد بلند نداشته باشن، خانه خواه میرن ارزان میخرن و تولید وطن تقویه نمیشه. ما باید افغانستان قسم تولیدات و صنعت شده رشته فرنیچر یا رشته دیگه زیاد کنیم که ما خود کفا شیم، باید کمتر وارد کنیم. این مرکز خانمان در یونیورسیتی آمریکایی بسیار تازه تأسیس شده، زیاد مدت زیاد نمیشه، اما تا حالا چند پروگرام که درست کردن و ما ایسا گرفتیم بد نبود، بسیار قابل قدر است و ما یک دو ترینینگ هم رای از اینا داشتم که در قسمت تجارت و اینا درسای خوب دادن و البته در آینده ما ارزو دارم فعالیت از بسیار وسط پیدا کنه. خواستم ایست که مردم افغانستان خودشان حرکت کنن، خودشان خود بسازن، خودشان مملکت خود بسازن، خودشان امنیت خود بگیره، خودشان استقلال خود حفظ کنن. اگر ما بشینیم که یک مملکت دیگه می بر ما استقلال ما حفظ میکنه، اشتباهی کامل است. ما باید خود ما از خاک خود دفاع کنیم و تولیدات خود زیاد کنیم، صنعت و زراعت خود تقویه کنیم. ما باید به پای خود استاچیم. اگر ما منتظر منابع خارجی باشیم فایده نمیکنه، کفایت نمیکنه و هیچ وقت کافی نخواهد بود. باید افغان خودشان افغانستان بسازند.